خوشم اومد، خوشم اومد. لاکس تو همچی ختم روزگار یا، اما فکر نکن که همینجوری کشتی 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 برای خودت ختم شدی. هرکی با ما به چرخه آخر آقابتش همینه. ولی بدون که اگه تو ختمی من چهلومم. آیا دکتر بزنبادر اختیار دارین؟ البته به هر حال من هیچ وقت سوالای ایشون رو، سوالای مقام عظما رو به اسم خودشون نمیپرسم. من سوالات ایشون رو به اسم این اون میپرسم. آخه برای نظام خوب نیست که بگم چنین این مقام عظمایی داره که میاد سوالاتشو تو برنامه ما تحت میکنه که از من به تو نشتی کرده. به هر حال اجازه بدین که برنامه رو شروع کنم، سوالمو مطرح بکنم. سوالم اینه، باز تو تعریف کردی، تو خودتو گم کردی. برنامه رو شروع کنیم همون اول کار بریم سر سوال. قربونت برم، پس چی شد اون معرفی، اون داستان 150 الی آخر چی شد؟ بله آیه دکتر بزنبادر، اجازه بفرمایید من برنامه رو شروع میکنم. در حضور یل بی همتای استراتژیکی و تاکتیکی نظام، اونی که 150 کیلو دو ضرب بدون دوپینگ میزنه، هر کی هم میخواد بیاد آزمایش کنه، اونی که کمر شکن و با بار میلیگرد تو جاده های پرپیچ و خم استراتژیکی 30 کیلومتر دند عقب تو تاریکی میبره بالا، دستی رو میکشه سویچ تحویل میده، اونی که کورنری که خودش زده رو با هد اونچنان توپ و با تور آشنا میکنه، اونی که دانشمنده، فرهیخته است، آچار فرانسه نظامه، همه فن حریف نظامه، اونی که مقام عظما رو حرفاش حساب باز میکنه، جناب آقای دکتر بزنبادر هستیم. من سوال اولمو مطرح خوشم اومد. البته اولش داشتی یه مقدار قیقاش میدادی، این طرف اون طرف میرفتی، ولی سری خودتو جمع و جور کردی. خیلی خوشم اومد، واقعا که خوشم میاد ازت. آدم با مرام و با معرفت و اند مرام و آخرت معرفت رو همیشه دعوت میکنی، باش صحبت میکنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که هرچی لوتی تو دنیا هست اگه بهش بگی آب بده دریا میده، بهش بگی گل بده گلستان میده، بهش بگی که چوب بده جنگل میده، بهش بگی مرام و معرفت بده آدرس و مشخصات تو رو میده. حالا برو سر سوالت میرم، چه کار میکنی؟ سوال من در مورد فرمایشات اخیر مقام عظماست در این زمینه که فرمودن ما بدبختی ها و کمبود ها و مسائلی که الان توی مملکتمون داریم در اثر اسراف هست که میکنیم. من از صحبت این مقام عظما آنچنان دچار ضلالت شدم و در وادی ضلالت بیران و سرگردان شدم، از تو میخوام که زبون مقام عظما رو میفهمی دوزاری منو بندازی که ایشون چی گفتن. آخه این چه حرفی بود که زدن؟ چی درسته؟ مرحوم عبدی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که آدم حتی حضرت سلیمون هم باشه زبون همه ی جونورا رو نمیفهمه. البته در مثل مناقشه نیست، نمیخوام بگیم که مقام عظما معادل جونور هستن، حتی برات روشنی که ایشون حداقل با بعضی جونورا تفاوتهایی میکنن، ولی میخوام بگم که در این زمینه منم بعضی وقتا که حرفهای ایشون رو نمیفهمم. شما همیشه مقام عظما رو زیر این ضرب صحبتاتون له و لورده میکنین. من اصلا دیگه هیچ وقت سوال در مورد ایشون طرح نمیکنم. سوالی دارم در مورد نامه آقای سردار محمد جعفری، رئیس سپاه، رئیس جدید سپاه. یه نامه مفصل نوشتن، نوشتن آقای دکتر بزنبادر من جدیدم، تو موضع بسیار حساسی قرار گرفتم، موضعی که تا همین الان دو سردار، یکی برادرمون سبزعلی رضایی و دیگری یحیی رحیم صفوی، از اون ریختن. من همین چند وقت پیش مقام عظما با دستای مبارک خودشون سردوشی زدن رو دوشمو، رئیس سپاهم کردم، ولی دست و دلم میلرزه. نه فکر کنیم به خاطر اینکه میخوان ببرن اون توی لیست، نه، نه به خاطر اعتراضات گسترده، نه، نه به خاطر اینکه همین چند روز پیش رادان رو زدن، الانم بستریه. نه، به جون مقام عظما، به جون خود مقام عظما من از این چیزا خیلی نمیترسم. من از روزی میترسم که مقام عظما مجددا منو ببرن در دست خودشون، مثل برادرمون یحیی رحیم صفوی. اول بهت بگم که چرا این محمد جعفری مشنگ با اسم مستعار رو با مختصر شده حروف اول اسمش امضا نمیکنه و کامل مینویسه محمد جعفری؟ من نمیدونم. علتش اینه که اونا که این کارو میکنن میخوان یه آبرویی رو حفظ بکنن، ولی خب این چی رو حفظ بکنه؟ قصد که از 100 تومن گذشت برو چلو کباب بخور. گفتم چلو کباب، یاد یکی از خرابکاریهای همین محمد جعفری افتادم. تو یک همایشی بود بین المللی که اشتباه کرده بودیم، اینم همینجوری ریخته بودیم قاطی باشی برده بودیم اونجا، اونجا غذای ایرانی بهش دادن،
گفتش که چرا کباب میخورم. طرف گفت با کمان میل. گفت نخیر، با دوغ و سماق. شعورش نمیرسید که کمان میل با دوغ و سماق فرق میکنه. این وضعیت نمره شعور ایشونه که واسه سوال کرده. یه دلیل دیگه هم داره که این حروف اول اسمشو نمی‌نویسه، به خاطر اینکه سردار محمد جعفری اگه بنویسی میشه سمج، که باز البته سمج 10 بار از شعور این بیشتره، ولی بالاخره خودش فکر میکنه که باید اسم دیگه‌ای بنویسه. اما برگردی به سوال، رابطه محمد جعفری با یحیی رئیس صفوی که الان ریزش کرده و بریده و دوران نقاهت بعد از بریدگی رو میگذرونه کنار خود مقام عظما، معادل همون تئوری استراتژیکی و دکترین فروش خره که مرحوم عبدی همیشه میفرمودن. چه دکترینی هست؟ مرحوم عبدی همیشه میفرمودن بزن با حضور عرض میکردن، بله میفرمودن که یه یارو رفت خرش رو بفروشه، یک لحظه توی این روندی که میخواست بره خر رو بفروشه خوابش برد، چرتش گرفت. وقتی که بیدار شد دید خره داره پول میشوره، خره اینو فروخته بود. همون کاری که ایشون با رئیس صفوی کرد، تا رئیس صفوی به خودش اومد دید که ایشون رو فروخته، خودش شده رئیس. آیه دکتر بزنبادر برنامه رو ادامه میده. یه آقای پرسیدن که چرا آقای احمدی نژاد با وجودی که پارسال تو پلیتکنیک اون بلا سرشون اومد، باز مجددا امسال رفتن تو دانشگاه تهران، بازم این کارو ادامه دادن. من این سوال رو تو جلسه کابینه داشتم، ولی راستش از دندونای اجایی که بغل دستم نشسته بود ترسیدم، گفتم یواشکی از شما بپرسم. با حضور مشاور گردن کلوف و کاردان مثل شما آقای دکتر بزنبادر، چرا ایشون این اشتباه رو مجددا تکرار کردن؟ ایشون امضا کردن غین الف، لازم نکرده امضا بکنه، امضا نمیکردن معلوم بود که این نامه احمقانه مال کسی نمیتونه باشه غیر از غین الف غلام حسین الهام. مرحوم عبدی همیشه میفهمودن بزا بادر از میکردن، بله میفهمودن که یک آدم احمقی رفت پلو دکتر، دکتر میخواد بهش پنیسیلین بزنه، گفت قبلا زدی؟ گفت بله زدم. دکترم پنیسیلین رو زد، همچنین که زد این شروع کرد لرزیدن، این سوس که امشی خورده دور خودش میچرخید و میلرزید، حساسیت داشت. بالاخره با این بدبختی اینو نگرش داشتن درستش کردن. دکتر گفت ناکس، من که از تو پرسیدم پس چرا گفتی قبلا زدم؟ گفت خب قبلا زدم، ولی هر وقتی میزدم همین جوری میشدم بازم. این حکایت وضعیت آقای دکتر احمدی نژاده که یه بار پارسال تو پلی‌تکنیک اینجوری شد، بعد دوباره رفت توی دانشگاه کلمبیا همینطوری شد، ولی به هر حال آرزو دیگه، آرزو برایشون عیب نیست. اول باید بگم که وضعیت دانشگاه کلمبیا وضعیتی بود که من اصلا زبونم از توصیفش قاصره. البته همه جا اعلام کردیم که پیروزی بزرگی بود، خیلی پیروزی بزرگی بود، ولی به هر حال آدم راضیه که با دماغش در آهنی رو بزنه، صداشو در بیاره، با پاش دنده عوض بکنه، پنچری قطار بگیره، گابا همه بنده به خودش 10 هکتار زمین رو شخ بزنه، ولی دانشگاه کلمبیا نره با این وضعیتی که ایشون رفتن. این وضعیتی که میخوام به سربسته بگم که چه بلایی به سر ایشون اومد. اما به هر حال فکر میکنم که ایشون موفق شده که مسئله رو حل و فصل بکنن. با سخنرانی بعدی که تو دانشگاه تهران کرد، به نظر من مسئله کلمبیا رو راحت حل و فصل کرد، با دکترینی که خود مرحوم عبدی برای ما تصریح کردن. مرحوم عبدی همیشه میفرمودن بزن با حضور، عرض میکردن بله، میفرمودن اگه دندون رو درد گرفت و هیچ دندون پزشکی نتونست کاری براش بکنه، هیچ راهی برای اینکه این درد رو آروم بکنی پیدا نکردی، برو کی رو پیدا کن، بگو با چوب محکم بزن تو گلت. وقتی که با چوب میزنه تو کلت، درد سرت باعث میشه که دیگه دندو درد رو یادت بره. همین اتفاقی که دانشگاه تهران برای ایشون افتاد. ولی آیه روشن شد، ولی روشن آیه دکتر بودن بادر، ولی ایشون بالاخره مثل آدم های آرزومند با دانشگاه تن، مگه ایشون خودش دانشگاهی نبوده؟ نقل بپرم ایشون به هر حال مطابقی که عرض کردم، به هر حال آرزو همیشه بر آدمایی هستن که عیب نیست. شما نگاه بکن، جوجه تیغی همیشه آرزو میکنه که یه روزی دشی نازش بکنه، گوسفند همیشه آرزو داره که یه روزی که سوار وانت میشه اون جلو بشینه، آقای دکتر احمدی نژاد هم آرزو داره که یه دانشگاهی بالاخره تو دنیا پیدا بشه که ایشون بره توش صحبت بکنه و آب از آب تکون نخوره یا حداقل فضیحت به پا نشه. فعلا که ایشون از پلی‌تکنیک به کلمبیا، از کلمبیا به دانشگاه تهران چرخیدن، از این بر دنیا تا اون بر دنیا همچین دانشگاهی فعلا ساخته نشده. یک برادر پاسدار که از شیفتگان آقای رفسنجانی هستن، با اشک و آه ببینین تمام آثار اشکشون روی این نوشته ها رو به هم جمع کرده که نمیشه خوندید. به اسم مختصر سین عین ر رئیس با تاکید بگی بله. همون وضعیت رو جب فهمیدم سبزدی رضایی نوشته دیگه بله، رئیس سابق سپاه خوب. نوشتن چرا مقام عظما هر وقت و بی وقت لگدی به این استوانه سابق نظام میزنن؟ مگه ایشون
کیسه بکسم که اینطور سرشون میارم. من قبل از اینکه جواب سوالت رو بدم یک سوال استراتژی میکنم که اون شم استراتژیکی تو بسنجم. فرق آدم با هواپیما چیه؟ آدم با هواپیما، هواپیما اول راه میره بعد بلند میشه، آدم اول بلند میشه بعد راه میره. آفرین. حالا سوال بعدی میره که فرق این سرزنی رضایی با هر دو اینا چیه؟ نمیدونم آقای دکتر. خب دیگه این مورد کلاس بالاتر استراتژیکیه. هر دوی اینا چه آدم چه هواپیما بالاخره وقتی میخوان را برن را میرن. این یکی وقتی میخواد حرف بزنه را میره. همیشه هم همین جوریه. با این سوال احمقانه که کرده. بیخود نیست که این سر سپاه بوده و رفته اینطوری بریده. مقام آزمای ولایت خوب میفهمه که به کی باید لگد بزنه، به کی نباید بزنه. کی باید بزنه، کی نباید بزنه. ایشون بالاخره لگداش و جفتکایی که میزنه، البته من در مثل مناقشه نیست. بالاخره با حساب کتابه. مرحوم اولی همیشه میفهمودن بزن بهادر. از میکردن بده. میفهمودن که یه یارو مادرش فوت کرده بود. تو مراسم ختم مادرش گفتن چی شد مادر شما فوت کرد. گفتی چی؟ ایشون رفته بودن رخت بند کنن بالا پشت بود. اونجا افتادن پایین. گفت خب وقتی افتادن پایین مردن. گفتش نه افتادن بالای کولر، کولر افتاد پایین. گفتن خب بعد اون موقع فوت کردن. گفت نه از روی کولر افتادن رو تراس، تراس هم خراب شد اومد پایین. گفت بعد همون موقع فوت کردن. گفت نه قربان اونجا افتادن رو سقف گاراژ، سقف گاراژ هم خراب شد اومد پایین. گفت بعد بالاخره اون موقع مردن. گفت نه ما دیدیم این همینطوری داره کل ساختمون رو خراب میکنه، با تفنگ زدیم کشتیمش. الان وضعیت مقام عظما و استوارهای نظام مثل همین استوارهای که اسم بردی همین جوریه. یه جایی وقتی میدی کلیت نظام داره میاد پایین، با تفنگ رو برداره یه بالاخره تیری، تفنگی، لگدی، توفی چیزی براشون بندازه. برو سر سوال بعدی. اینجا وارسا که هرچی توضیح بدم یه چیزای بیشتری خراب میشه. آیه دکتر بزن بادور، یک نامه داریم از مصطفی محمد نجار که ضمن این که خیلی سلام کردن به شما گفتن که آیه وظیفه‌شه، گفتن آیه دکتر بزن بادور همینجور که مستحضرید من الان شدم وزیر دفاع، الان من میتونم بیام تو کلاس استراتژیک شما شرکت کنم یا نه؟ بیشیم بابا، بیشیم بابا، خیلی مونده تا به کلاس ما برسی. تو فعلا باید بری از گاو و مورچه و کلاغ و کرم و دیوار درس یاد بگیری. اینا چیه تو کلاس ما؟ فحش داری. نه قربون برم، این لایق نیست به فحش بدم. من براش این بحثو قبلا باز کردم. گفتم در سطح شعور تو باید از اینا درس بگیری. مرام فقط مرام گاو که نگفت من، گفت ما. صفا صفای مورچه که هر چقدر که ناراحت شد کسی اشکش رو ندید. مروبت مروبت کلاغ، نه به خاطر سیاهیش، به خاطر یرنگیش. رفاقت رفاقت کرم، نه به خاطر کرم بودنش، به خاطر خاکی بودنش. معرفت هم معرفت دیوار که هر کس اونا کسی میتونه بهش تکیه بده و آخ نمیگه. تو این چیز رو باید یاد بگیری، بس شاید من تو کلاسم از امتحان بگیرم بیا تو کلاس. دستن دیگه حسنش ندارم. آیه دکتر بزن بادور، من تمایل دارم و میلم هست که الان که در صلح و صفا هستیم دلم میخواد که همه الان برنامه رو قطع کرده و خداحافظی کنیم. خداحافظ شما.